این روزها تو شهر فیلم روی پرده است که خیلیاتون دیدین، خیلیاتون احتمالا این هفته برنامه دارید که برید ببینید، فیلم پرفروش اکران آخر پاییز و اول زمستون، آینه بغل. منوچهر هادی و یکتا ناصر در استودیو هستند، مهمانان عزیز من در مدن روز 11 هم. سلام. خوبی؟ من هم سلام میکنم، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه، در خدمتتون هست. قربون تو. مرسی، شما همیشه لطف دارید، ممنون از شما. اوضاع چجوریه؟ آینه بغل در شهر داره میترکونه؟ آره آره، خوشبختانه ما انتظار اکران عیدو داشتیم برای آینه بغل، ولی تهیه کننده تصمیم گرفتن که تو این فصل اکرانش کنن. فکر میکنم اگر با یه تبلیغات قوی و زمان مناسب تری بود، تا همین الان که ما خدمت شما هستیم، امروز هفته سوممون تموم شد، یعنی روز 21 اکرانه و ما 6 میلیارد رد کردیم. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه هم 7 رد میکنیم و همینطوری پیش بریم، امکان اینه که رکورد ها رو بشکنیم هست، وگرنه که رفته رفته اتفاقاتی بیفته، سینما هامون کم بشه یا تمام اتفاقاتی که خودت میدونی. آره. تا 20 سینما ممکنه بریم؟ والا ما تا عید اکران داریم، یعنی تا آخر اسفند 12 هفته که داریم، بعدش هم سرگروه میگیرن و این فیلم میره، چون فیلم دیگه کنارش نیست. با همین روش اگه بخواد بره دیگه هفته 2-2.5 داره میفروشه و به راحتی بعد این اتفاق بیفته. میگم مگر اینکه تبلیغات مثل الان که اصلا وجود نداره با همین روش بیاد. تهیه کننده قول دادن که حالا سطح شهر پر بیلبورد بشه و ظاهرا 500 تا تیزر تلویزیونی دوباره گرفتن. اگر تبلیغات خوب باشه به راحتی این اتفاق میفته. تا اینجاش بدون تبلیغات، بدون زمان مناسب که فروش خوبی داشته، اگر یه مقدار به لحاظ تبلیغاتی شارژ بشه فیلم، من فکر میکنم رکورد داره بشونه. اگرم نشونه ما راضیم تو این فصل. فیلم اکران شد فکرم قبل از عید رکورد دست نخوره، واسه فیلم قبلی فروش خوبی نداشت، کارگر ساده نیازمندی. بله. چه اتفاقی افتاد؟ چرا انقدر اون فیلم دیده نشد؟ با برند منوچهر هادی کار نکرد. واقعا آخه الان شما هیچ چیزی رو به عنوان برند نمیتونی بگی، فلان بازیگر، اسم فیلم، فلان فیلم نامه، فلان کارگران. واقعا باید یک مجموعه درست کنار هم قرار بگیره. یعنی من به علم کستینگ، به تخصص کستینگ ایمان آوردم. یک فیلم نامه خوب، کارگردان مناسبشو میخواد، فیلم بردار مناسب، گروه خوب و بازیگر خوب، تهیه کننده خوب، زمان پخش مناسب، همه اینها باید دست به دست هم بده. یعنی هیچ چیز به نظر من در سینما به اندازه همه چیز مهم نیست. کارگر ساده نیازمندی ما اساسا خب از ابتدا روی کردمون برای فروش مثلا میلیاردی یا رکورد شکستن نبود. یک فیلمی بوده که با هزینه خیلی ارزون، نزدیک به 500 میلیون، خیلی رفاقتی و دلی با بچه‌ها جمع شدیم، کارو جمع کردیم و خیلی راحت پولشو در آورد. یعنی خب بالای 300 تومن نمایشخانگیشو خریدن، نزدیک به 100 تومن تو جشنواره در واقع نصیبش شد و با همین فروشی که توی سینماها داشت به راحتی پولش در اومد. خوب فکر نمی‌کردم که آره، خرج کرده باشه. خیلی در همه دوستان در واقع لطف کردن و گفتیم اولین کاری که من خودم تهیه کننده شدم و یک پولی، یک 500 تومانی، یک بنده خدایی به ما اعتماد کرد. من گفتم اصل پول تو تلاش می‌کنم برگردم. اون هم براش مهم بود که فیلم فقط اکران بشه و بتونه مجوز تهیه کنندگیشو بگیره، که خوشبختانه فیلم بعدیش هم به اسم تگزاس توی برزیل رفت، فیلم کمدی کار کرد. آه. که اونم قرار بود من براش کار کنم که درگیر یک سریالی شدم و نتونستم. از ورد ورد بوده حسابی. اون فیلم ما انتظارمون واقعا بیشتر از شاید انتظار داشتیم. آره، یک میلیارد هم نداشت، ولی آره، ولی همین که دخل و خرج کرده در این ساز و کار اساسا فیلمی نبود که مخاطب عام بره سینما و براش پول بده، چون نه حالا چهره خیلی چهره که باعث فروش بشه به لحاظ بازیگر توش نبود. بازیگران همه قدرتمند بودن، همه قوی بودن. یکی از بهترین فیلم‌های خودمه، حداقل از نظر خودم. خانم ناصر، الان قبل از گفتگو داشتیم صحبت می‌کردیم درباره یک دو تا بازیگر دیگه که تو اسم بیارم، راجب جواد عزتی داشتیم حرف می‌زدیم که توی آینه بغل به نظرم خیلی خودش رو رها کرده بود و رهاتر از در واقع کمدی‌های دیگه‌اش بود. در مورد شما هم به نظرم این اتفاق توی آینه بغل افتاده، یعنی حالا فارغ از یک تا ناصری که میشناسیم توی کارهای جدی که اصولا یه چیزی به نفس سعی میکنه اضافه بکنه، حالا یا لهجه یا در واقع شکل
چیزی توی فیزیک بازی و اینها، توی کمدی ها هم فکر می‌کنم این ترفند رو قبلا زیاد استفاده کرده، یعنی اون یک دو تا کاری که ازتون دیده بودم. اینجا به نظرم خیلی راحت دارین کمدی بازی می‌کنین و اصلا تو غیر بند اینکه حتما کار ویژه‌ای هم بکنین نیست، خیلی هم به نظرم در اومده مدل نقشه و بازی و اینا. چیکار می‌کنین با توجه به اینکه در مورد آقای عزتی همین اتفاق افتاد؟ چیز کمک منوچهره که ویل کنین این شکلی رو؟ نه، به هر حال آدم توی هر کاری که قرار میگیره قطعا کارگردان خیلی موثره، کما اینکه خب گاهی اوقات میتونه با کارگردانی حالا چندان ناد، یعنی در واقع چه کارگردانی نادرست کاری بکنه که بازی تو بدتر دیده بشه، یا اینکه بخواد با کارگردانی درست حداقل لحظات کارتو رو به بهترین شکل عیان بکنه. توی آینه بغل من با کار ویژه‌ای نکردم به زعم خودمم، فقط سعی کردم که حالا تا جایی که با نویسنده کار آقای کایدانم صحبت کردم با خود من چه اون سادگیه و اون آدمی که به هر حال هممون دیدیم آدمی که از خارج میان یک شفافیت و یک صداقتی دارن که شاید برای ما که توی ایران زندگی میکنیم انقدر پیچیدگی ها بهمون اضافه شده که برامون شاید یک جایی احساس بکنیم این آدمی چقدر ساده است، چقدر گاهی فکر کنیم چقدر ابلهه، ولی واقعا اینطوری نیست. اونا یه سبک دیگه ای زندگی میکنن، حالا اکثرشون که آدم باشون برخورد میکنه. سعی کردم که این بخش رو نمایش بدم و به هر حال که خب هر نقشی که من بازی میکنم دیدگاه منه به زندگی، به آدم ها و قطعا یک اندازه ایش از درونیات خودم سرچشمه میگیره. قبول داری نسبت بازیگرهای دیگه یه ذره سخت در میگیری بازیگری؟ یعنی به نظرم هر نقشی که میخواییم بازی کنی یه چیزهایی میگم بهش اضافه میگم، همین آخری مثلا فصل نرگس خودتون دیدم یا قبل ترش، معمولا میگم یا لهجه یا یه چیزی تو فیزیک، خیلی بازیگرهای دیگه خیلی به نظرم سهل‌تر میگیره. من تکلیفم یه ذره حالا حداقل تو این چندین سال اخیر با خودم و با بازیگری مشخص تره و اینکه به هر حال برام مقوله خیلی جدیه و اینکه سعی میکنم که حتی اگر نقشای شبیه به هم بهم پیشنهاد میشه گاهی، به هر حال وجود داره دیگه، من سعی میکنم که یک تفاوتایی براش قائل بشم و این خیلی برام لذت بخشه و از اونجایی که دغدغه شاید سوپر استار شدن ندارم، نه اینکه حالا بگم حتما اگه میخواستم میشد، شاید واقعا زمانی که آگاهیم نسبت به سینما کمتر بود، خب منم مثل خیلی از کسایی که تازه شروع میکنن دوستشم بیشتر معروف شم، ولی روی کردم به شکل ناخودآگاه جوری بود که به سمت سوپر استاری کشیده نشدم. میگم خیلی نمیتونم بگم من دوست نداشتم، ولی الان واقعا دوست ندارم، برای اینکه شاید بگم خودخواه تر از اینم که بتونم بر خودم چارچوب قائل بشم و الزامات بر حال سوپر استار بودن رو بتونم رعایت کنم، یا شاید بتونم بگم که مثلا یک جاهایی اینقدر دوست دارم کارهای جسورانه انجام بدم که فکر میکنم الزامات سوپر استار بودن دست آدمو خب خیلی جا میبنده و خیلی جاها سخته واقعا، ولی من دوست دارم فیلم کارگر ساده نیازمندیمو بازی کنم، فیلم مثلا آینه بغلو بازی کنم، تلویزیون دوست دارم همچنان کار کنم اگر که شرایط مساعد بشه و هر چیزی که منو قلقلک بده به عنوان بازیگر، و خب این خیلی برام راضی کننده است و اینکه میتونم خودم رو تو قالب‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف محک بزنم. فیلم آینه بغلم همینطوره، واقعا شاید خیلی بر من مهم نبود که این فیلم بخواد حالا بفروشه یا نفروشه یا هر چیز دیگه ای، چون در واقع میتونم بگم تو جنس بازیگری من خیلی به من ربطی نداشت، ولی برام جالب بود نقشه واقعا. از کارگر ساده نیازمندیم تا آینه بغل خیلی در واقع همین الان تو طیف در واقع بازیگرهایی که دو تا فیلم با هم دیگه کار کرده خب خیلی متفاوتن.
یک تا ناصر اونجا و یک تا ناصر اینجا چقدر منو چه چیزن با هم دیگه چقدر در... چی در واقع چه ویژگی تو بازیگری خانم ناصر هست که فکر می‌کنی هم اونجا اون نقش رو میتونه بازی کنه هم این نقش رو؟ من اولین فیلمی که با یک تا کار کردم هنوز بهش علاقه نشدم، بازیگر من بود، یه تلفیلمی بود توی کرمانشاه و هر روز که میگذشت گفتم خدای این چقدر بازیگر خوبیه، چه بیانی داره، چقدر متمرکزه و همش برای من علامت سوال این بود که خب چرا این اتفاقی براش توی سینما نیفتاده، دیگه کارش کشیده به تلفیلم، اونم توی شهرستان، اونم با منوچهر آبادی، همین که اخلاقش خوب با من. بعضی مواقع شما توی حرفه ما یک آدمایی رو می‌بینی که توی برخورد اول، شاید توی یکی دو روز اولی که داری باش کار می‌کنی احساس می‌کنی یک نابغه است، ولی چرا این اتفاق براش نیفتاده، ولی به فاصله یه هفته ده روز خیلی خوب متوجه میشی که خب این آدم ظاهر قشنگی داره ولی خیلی عمق نداره. بعد هی می‌خواستم اینو بهش بگم، بگم خانم شما خیلی بازیگر خوبی هستی، گفتم نکنه فکر کنم میخوام سر صحبت رو بکنم بهش پیشنهاد ازدواج بدم. هی رفتیم جلو تا دیدم نه واقعا بازیگر خوبی. دیگه یه روز رفتم گفتم که یک تا یه چیزی میخوام بهت بگم، ولی اصلا قصد ندارم به پیشنهاد دوستی یا پیشنهاد ازدواج، واقعا تو بازیگر خوبی هستی، چرا کار نمیکنی، پیشنهاد نداری؟ چون بالاخره من واقعا خودم احساس میکنم خیلی بازی رو خیلی خوب میشناسم، شاید خیلی جاها ضعف دارم، شاید خیلی جاها نقد به کار من وارد بشه، ولی واقعا بازی خوبو تشخیص بدم. من اکثر کسایی که با من کار میکنن مثلا خب الان میگن جواد عزتی بهترین بازیشه، سال بعدا گفتن فخر رضا عطا خوب بود، نمیدونم توی عاشقانه میگن چقدر رضا ورزار خوب بود، یا خود یکتا سیمرغ گرفت توی کار من، خانم مهراب شریفی‌نیا توی خدافظ بچه جشن حافظ جایزه گرفت، خیلی از حالا تو جشن حافظ عاشقانه که تمام بازیگر رو کاندید بودن و نصف بیشترشون جایزه گرفت. تو هومن سیدی با عاشقانه آنا نعمتی، یا هومن سیدی بالای 560 بله هومن سیدی بالای 560 سریال بازی کردن، همه میگن چقدر تو این کار خوب بود. خب این همون آدمه، قطعا استعداد خودشه، 99% 1% هم بالاخره منوچهر هادی فهمیده که بازیگر خوبیه ولش کرده، همین. من نمیگم هومن بالاخره بچه با سواد و با شعوریه، ولی همینقدر که تو احساس کنی که یک بازیگر داره کارش درست انجام میده و به عنوان کارگران مزاحمش نشی، این زیپر رو بکشی و اون هم متوجه بشه که تو فهمیدی که کارش درسته، این اتفاق خوب رقم بخوره. من شاید هوشمندی من توی انتخاب درست بازیگران باشه، مثلا توی آینه بغل واقعا شرط من این بود که اول که خب گلزار بود از ابتدا، خب ما خیلی دوستیه نزدیکی پیدا کردیم و خیلی خوشحالم بابت این دوستی، ولی قرارم بود که یا رضا عطاران این نقش رو بازی کنه یا جواد عزتی. من نفر سوم نمی ساختم این فیلمو. توی سالوادورم یه برنامه ما رفتیم، یه منتقدی گفتش که تو به عنوان کارگردان چیکار کردی، گفتم من به عنوان کارگردان گفتم اگه رضا عطاران نباشه نمی سازم. این خودش هوشمندی، این خودش کارگردانی، کارگردانی فقط شکستن نشکستن در واقع خط فرضی نیست، کارگردانی هوشمندی تو انتخابه. برای اون کار در واقع فاکتور اون کار رعایت کردم، برزیل رفتم سعی کردم به فوتبال اشاره کنم، سعی کردم حالا با فیلمنامه موجود، با وقتی کم، حالا با شرایطی که بود تصمیم گرفتم یه فیلم برای مخاطب بسازم. حالا با تجربه سالوادور اومدیم اینجا یه مقدار در واقع با دقت بیشتری کار رو انجام دادیم، همچنان سالوادور رو دوست دارم، ولی اینجا در واقع ببخشید الان من برام جالب شد چون نگفتی که چرا چی شد که با این نتیجه رسیدی که هم جمع بندی کنم برسم به شما چون خودم ولی واقعا توی من ازش سوال کردم سوالا بله تک تک خودش از بعد جایی شروع کرد، گفتش که من رفتم گفتم که چرا تو کار نمی‌کنی اینا، بعد خودم الان برام جالب شده که بدونم به چه نتیجه رسیدی. آره اونم بهش میرسم. آره بعد اما اول من جواب شما رو دادم، هیچی تو همین فکرها بودم که تو چجوری بازیگر شدی که بهش علاقه شدم دیگه مهم نبود. ولی واقعا فهمیدم که یکتا فهمیدی واقعا میخوای پیشنهاد بدی؟ نه واقعا اون موقع فهمیدم که یکتا اساسا خیلی درگیر مناسبات و روابط سینما نیست، روابط صحیح پشت پرده، بالاخره تو باید یک ارتباط خوبی داشته باشی. مثلا خود من چند تا کار قبلتر مثلا فیلمنامه به یکتا میدادیم دیگه جواب نمیداد، نه جواب تلفن میداد نه میگفت فیلمنامه خوبی یا نه. بعدن دیگه خب میگفتم حداقل جواب بده، کسی که برات فیلمنامه میفرسته باید بخونی، اگرم دوست نداشتی بلند شو برو دفتر بعد چیزهایی که احساس میکنی، من بازی نمیکنم ولی این موارد داره، تو رو خدا اگه میخوایم بسازیم به اینا دقت کنیم.
ولی خب الان خب رعایت میکنه، قطعا خودش به این پختگی رسیده یه اندازه البته. ولی سوالی که گفتی یکتای ناصر چجوری از کارگر ساده، واقعا من اگه بگم از نظر من توی بازیگرای خانوم، واقعا شاید توی دو سه تا بازیگر بخوام اسم ببرم، یکتا جز اون دو سه نفر اوله، واقعا به خاطر اینکه همسر منه نمیگم، یعنی توانایی ازش توی بازیگری دیدم، حداقل تو نقش‌های مختلف. خیلی از بازیگرای ما شاید سه تا چهار تا سیمرغ گرفتن، ولی یک مدلشون عالیه ها. اسم نمیخوام ببرم چون میدونم انقدر خود باهوشی تماشاگر چی هم دیگه باهوشم میدونم. خیلی بازیگر دارم. مثال خیلی درجه یکش و بی‌نظیرش خسرو شکیبی که تقریبا یک مدل بود ولی بی‌نظیر بود. ما خیلی بازیگر داریم که خوبن، درجه یکن، ولی همواره یک مدلن. هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. ولی کمتر بازیگرایی داریم که تو مدل خودشون بی‌نظیرن و جسورن، نقش‌های مختلفم بازی میکنن، حتی این ریسک رو میپذیرن که اگر این نقش در نیاد، اگر این فیلم نامه رو من برم کار کنم، کارگردان کارشو بلد نباشه، ممکنه برای من هم نمره منفی باشه. یکتا واقعا این جسارت رو داره. یک بخشش خب از این که مثلا ما توی کار با هم باشیم دیگه تمام جزئیات کار هم دیگه رو بلدیم. کارگردان هم کارگردانی که همسرشون بازیگرن، اولین چیزی که فیلم نامه رو میگیرن نگاه میکنن ببینن که کدوم نقشه مثلا به درد چیز میخوره، اینجا مثلا به درد زن هم میخوره تو کار باشه. ولی به نظرم توی هم کارگر ساده و هم توی آینه بغل تو مثلا این امکان رو داشتی که از یکتا ناصر توی دو سه نقش مختلف استفاده بکنی، یعنی میتونستی فیلم نامه در واقع جوری بچرخونی که هم اونجا در واقع نقشش هم همون نقش مثلا سرقورجی بازی کرد رو هم در واقع یکتا ناصر میتونست بازی بکنه، قطعا اینجا مثلا با دستکاری کردن در واقع ماجرای با همون در حضور حتی جواد عزتی میتونست اتفاق بیفته. ولی تو در واقع انتخاب هایی میکنی اونجا در واقع نقش سختیه، اینجا هم در واقع حالا البته توی آینه بغل من خودم وقتی فیلمنامه رو خوندم به یکتا پیشنهاد دادم که نقشی که الان نازنین بیاتی بازی کرده عالی هم بازی کرده انصافا، پیشنهاد دادم این نقشو بازی کنه. یکتا وقتی فیلمنامه رو خوند گفت نه من اون نقشو میخوام. گفتم یکتا من میخوام به همین برسم. آره. این در واقع چه تو این کارها، چه کارهایی که در واقع کارهای دیگه‌ای که یک ناصر داره بازی میکنه، چقدر این مشورت و بدرسون وجود داره در واقع، چقدر تو هم کمک میکنی یا در واقع خیلی به من هم آره هم یک بله هم یکتا به من کمک میکنه، یا اگه من وقت نکنم فیلمنامه‌ای که به یکتا پیشنهاد شده بخونم یکتا میخونه و حداقل برام تعریف میکنه. ولی خب من راجع به اینکه کی قراره کارگردانی کنه، کی فیلم برداره، کی قراره تهیه کننده باشه، چه اتفاقی در نهایت برای فیلم میفته، اینا رو دیگه ما هم متوجه میشیم. ما دیگه عوامل پشت دوربین رو در واقع بدونیم کیان، نتیجه فیلم میتونیم، حتی فروشش هم میتونیم بگیم چقدر. و این خیلی هوش بالایی نمیخواد برای کسایی که توی سینما واقعا به طور حرفه‌ای دارن کار میکنن. ولی میگم خود یکتا هم تنوع نقش و نقشی که براش بخواد زحمت بکشه، حالا شاید میگه من خیلی کار ویژه‌ای توی آینه بغل انجام ندادم، ولی انصافا کار ویژه است. همین لهجه یک آدم خارجی شما بالای 100 موردش میتونی مثال بزنی، ولی واقعا همش اداست. من یه روز برنامه معسل آقای علی خالی داشت پخش میشد، یه خانمی بود که توی هندوستانم خواستن در واقع به جرم قتل یک بچه نمیدونم یک ماجرایی داشت، برنامه معسل آورده بودنش، ایرانی بود که خارج زندگی کرده بود و انقدر لهجه این بامزه بود که همون موقع زنگ زدم به دستیارم گفتم اینو کامل ضبطش کن یا بعداً برام دانلودش کن. به یکتا گفتم یکتا فقط اگه خواستی لهجه بگیری و این نقش رو حالا بازی کنی، این الگوی خیلی خوبیه. واقعا ساعت‌ها وقت گذاشت و تمام حالا دیالوگای فیلمنامه رو با اون لهجه کار کرد و من هیچ وقت این لهجه رو نشنیدم تا روزی که خواست فیلم برداری شروع بشه، چون ایمان داشتم اگر یکتا قرار باشه لهجه جایی رو دراره از ساکنین اونجا و آدمایی که اون لهجه رو دارن. یکی میخواد باز حرف بزنم، اتفاقا همینطور بود. تا زمانی که من جلوی دوربین رفتم اون لهجه رو کسی نشد، میدونستن من دارم حالا روش کار میکنم. اون اولین باری بود که من خب با لهجه بازی شد و به هم هم گفتش که حالا نگران نباش. چی بود سکانس اولیه؟ سکانس اولی یکی میخواد باید حرف بزنه، سکانسی بود که با شهاب حسینی تو اتاق ملاقات بودن. یکی از سخت‌ترین سکانس‌هاش هم بود. گفتش که حالا نگران نباش، اگرم دیدیم خوب نشد اصلا بدون لهجه بگو، چیز داره، یعنی درو داره. آره گفت حالا مثلا یه دلایل منطقی داره که حالا مثلا این آدمه حالا لزومی نداشته باشه. و واقعا هم حالا می‌بینیم خیلی ها توی خیلی شهر رو زندگی می‌کنن، یه سرشون لهجه دارن یه سرشون ندارن. فکر کنم حالا یه ذره من خودم خب تا اون موقع هیچ لهجه‌ای رو، یک فیلم سالها قبل عاشق مترسک
کار کرده بودم که حالا مثلا لهجه داشت و اینا، ولی دیگه خدا بهمون بخش. بله، ولی دیگه بعد از اینکه آره اونو کار کردم که خب دیگه خیلی نقشه لهجه دار زیاد بهم پیشنهاد شد که دیگه چیزی که سریاله بود سریاله جاده قدیم بود، همین کارگر ساده نیازمندی بود دیگه، فصل نرگس بود. داره مثلا نگفتی فرقس فصل نرگس رو نرو بازی کن؟ من چه؟ فصل نرگس رو نه، میدونم که آخه انتخاب غلط نمی کنه. یه مواقعی هم هست مثلا خب توی تایمی انقدر فیلمنامه به یک تا پیشنهاد میشه و همین باورتون نمیشه، شاید تو این دو سه ماه بالای 15 تا فیلمنامه رد کرده، بالای 15 تا فیلمنامه. حالا بعضا بعضیاشو من خوندم، حالا اسم نمیبرم، شاید حالا بعدا دوستان مدعی بشن که نه ما هم همچین. در هر صورت حالا یکی از کاندیداها بوده به جای رسته که فیلمنامه رو فرستن خونده و حالا بعضی موارد گفته مثلا من چرا اینجوری گفتم مجموعش به نظر منم اتفاق نمیفته، یا یه مواقعی شده من گفتم مثلا همین آخرین فیلمی که سیاوش اسعدی بهش پیشنهاد داد و در خونگا، گفتم سیاوش کارگردان خوبیه، من خب خودم شاید فضای فیلمشو دوست نشته باشم، ولی به لحاظ مهندسی کارگردانی دکوپاژ و تکنیک کارگردانی واقعا کارشو بلده و تو من که چند تا بیشتر اینو اگه میتونی برو، ولی واقعا چون یه بخشش توی قزوین بود و حالا داستان سوفیا و بچه‌مون تو تهران کار می‌کنه. البته که خود آقای اسعدی هم خود آقای اسعدی هم یه ذره متفاوت تر می‌دیدن، شاید حالا ما توی جلساتی که با هم صحبت کردیم من احساسم این بود که نقش خواهر رو می‌خواستی بازی کنی؟ نه یه نقش دیگه ای که حالا بهتر راجعش صحبت نکنم حالا چون فیلمه. آره سیاوش خیلی حساسه به اسپویل. آره نه آخه شفاف پیش میاد، برای ما هم خیلی پیش میاد. به هر حال که من فکر میکنم که هر فیلمی قرار کار بشه فیلم های اندکی هن که حالا مثلا مثل همین فیلم من چه مثال زد گفتش که من دوست داشتم مثلا فلانی و فلانی بازی کنم وگرنه من نمی ساختم. حتی من فکر کنم هم مثلا همین فیلم هم شاید اگر که این دو نفر نمی شدن منوچهر می گفت من نمی سازم، خب قاعدتا تهیه کننده می رفت سراغ یک کارگردان دیگه و به هر حال یک بازیگری اون نقش رو بازی می کنه. توی حرفه ما خیلی طبیعیه، به هر حال وقتی قرار یه فیلم ساخته بشه یه بازیگری بازیش می کنه، بنا به هر دلیلی ممکنه که از بین کاندیدا حتی آخریه بشه. خب بریم یه سری اتفاقات فرهنگی هفته رو ببینیم. هفته شلوغ پلوغی بود، کلی فیلم اکران شده، کلی تئاتر رو صحنه است، شروع زمستون هنری تهران. بریم یه چیزایی ببینیم، چند دقیقه برمیگردیم به گفتگو ببینیم که خدا آینه بغل چه خبر بوده. در همین 3-4 روز اول میدونید که رکوردها رو جابجا کرده، خوشنام بوده، مخاطبان بیش از 90% اظهار رضایت کردن بعد از تماشای فیلم، حتی به من گفتن 95%، حالا من 5% تخفیف دارم. اما یه نظرسنجی بکنم چون یه سورپرایز هم براتون دارم، اونایی که موافقن کسی خود منوچهر رو ببره جلو دوربین ازش میتونه یه سوپر استار بسازه دست بزنم اینم چند نفر. شب تولد این فرشته کوچولو صوفیای خوشگل و دوست داشتنیه. من از شما میاد روی صحنه میزنم، میخواین یه تولد کوچولو بگیریم برای صوفیا. کیک تولد صوفیای خوشگل و دوست داشتنی. سه، 2، 1 یه دست خوشگل بزنید به افتخارشون. خیلی از بیننده ها از طریق اینستاگرام میبینم جشن تولد صوفیا کوچولو رو، خیلی مبارک باشه.
زمانی که این نمایشنامه رو می‌نوشتم باردار بودم و فکر می‌کردم که یعنی بچه من دختر خواهد بود یا پسر، و تو اون مقطع هم هنوز جنسیت بچه مشخص نبود. پسر من خیلی شیطونه، از همون موقعی که من سونوگرافی می‌شدم و باردار بودم یا انقدر داشت دست و پا می‌زد یا بند نافش پیچیده بود دور شکمش و این جنسیتش رو نمی‌شد تعیین کرد و من تا ششمین ماه حتی نمی‌دونستم بچه من دختر یا پسر. یک مقطعی بعد از تولدش توی بیمارستان بستری شد و من باهاش تنها بودم و همون جا بود که من اسم این کار رو پیدا کردم، آبی مایل به صورتی از مچبندی که به دست پسرم میبستن اونجا. هویت من ترنس، من از یه جنس دیگه از زنه، فهمیدی؟ وای چقدر فهمیده همون اضافه شد. من 5 سال پیش عمل تطبیقی زیادم، عمل یه راهی که برگشت نداره خانوم، شوخی ندارن که تارو فر ندارن، یه چیزایی از شما رو میبرم میکنم میگذن دور. حالا مثلا شما فکر کن بعدش پشیمون بشی یا بفهمی اشتباه کردی، خود دیگه رو برگشتی ندید که من اینکه خودکشی کنی. حالا خود دارشو یه چند وقتی که پزشکانی هم خیلی سفت و سخت میگیره. فیلمنامه خانم کاغذی رو چندین سال پیش ما با آقای حسنی قلی‌زاده تلاش کردیم بنویسیم، خب متاسفانه قسمت نبود که ساخته بشه به دلیل اینکه هنوز فیلمنامه اونجور که باید شاید انسجام پیدا نکرده بود، مورد پسند واقع نشد. آقای نقیبی خب بالاخره ایشون خودشون روزنامه‌نگارن، نویسنده خوبی هستن، با دوستشون آقای علی مسعودنیا فیلمنامه رو سعی کردن که اونجور که دلم میخواد رو بنویسن و خوب شد، فیلمنامه خیلی خوبی شد. من امیرعلی ابراهیمیان، زندم چون میتونم بنویسم، چون میتونم عاشق بشم، چون میتونم داد بزنم که میزنم. هیچ کس هم نمیتونه جلو دار من بشه، به کسی هم قرار نیست جواب پس بدم که چرا. روشن شد؟ زندم چون میتونم بنویسم، چون میتونم عاشق بشم، چون میتونم داد بزنم که میزنم. پس من کی بود؟ برمیگردیم به گفتگومون با منوچهر رادیو یکتا ناصر به بهانه آینه بغل، درباره آینه بغل و خیلی چیزهای دیگه. خیلی چیزهای دیگه آینه بغلش گفتی؟ حالا خواستم من یه سوال ازت بکنم. واقعا تو به عنوان منتقد که من هم میدونی خیلی دوست دارم، هم خیلی قبولت دارم، دوست داشتنه، حالا خیلی تو بحث حرفه یه کار ما مهم نیست، اینکه قبول داشته باشه. حالا تو اگه بخوای واقعا فیلمسازی منوچهر رادیو تعریف کنی تو یه جمله، مثلا جایگاه رو تعریف کنی، دوست دارم بشنوم شخصی هم از اون. یه جمله میشه؟ حالا نه ببین همون اگه بخوای بگی که میدونم یه کتاب بشه. نه واقعا درباره ویژگی های نه ببین واقعیتش اینه که همون چیزی که در واقع توی به عنوان ویژگی های بازی فیلم گفتم، به نظرم این تسری پیدا میکنه به کل در واقع کارنامه و مدلی که کار میکنی، یعنی اساسا یک جوری راحت برگزار میکنی اتفاق جلوی دوربین رو. یه زمانی من اینو راجع به لطیفی خیلی میگفتم، به نظرم آمازه لطیفی این ویژگی رو داشت، یعنی قصه های عجیب غریب همه چیز از همه جا رو میگرفت دستش، از سر چیز هم اتفاق افتاد. یه فیلمی داشت که رفت پاریس ساخته بود، فیلم محجوری بود از پاریس تا پاریس، بعد یه سکانسی داشت که حمله آلمانای نازی بود به یک بچه، یه دختر بچه و تجاوز و فلان و اینا، و ساخته بود اینم. هر کارگردان دیگه بود اینو دیگه فاکتور میگیره به جوری در میرفت ازش. اصلا در مورد تو هم به نظرم این اتفاق میفته، یعنی اصولا چه عاشقانه بسازی، چه سالوادور تو برزیل بسازی، چه آینه بغل بسازی، پنتاوس توی بالای برج مد با حیوان مثلا چیز کنی، همه چی رو به نظرم بدون ترس میگیری و یه راه واسه اجرایی کردن ماجرای پیدا میکنی با بازیگرهای متعددی. نون دلم نه خیلی کار سختیه به نظرم اتفاقا، یعنی این کاملا چیزه. سر برنامه 7 اون برنامه که با هم رفتیم، سر یکی میخواد بود توگه بکنم، آره یه چیزی که نوشته بودم اونجا هم روش تاکید کردم، این که متر چیزو نگه میداری، آره یک متری داری، مترت متر معلومیه و استاندارد، با اون متر در واقع استانداردی رو رعایت میکنی توی اجرا
که میگم دقیقا هم اتفاق میفته دیگه، چه کارگر ساده نیازمندی بسازی، چه آینه بغل، آدم میدونه که در یک اندازه دروش احترام گذاشته میشه، یعنی قابه به هر حال بهش فکر شده، بازی جلو دوربینه بهش فکر شده. مخصوصا تو این بخش دوم ماجرا که در فیلم های کمدی و فیلم های در واقع ساده تر به نظر میرسن، این احترامه اصولا وجود نداره به نظرم توی سینما ایران. یعنی آدم ها اولین چیزی که در نظر چیز میکنن اینه که اینه که بریم بگیریم، بعد واسه اون فیلم جدیه، به قول خود که فیلم جدیه، فیلم کمدی، فیلم کمدیه رو با چیز میگیرن که بگیریم بره که بریم سراغ بعدیه. فیلم جدیه نشون میدیم که چجوریه. کارگردان های خوب ما وقتی که یه قصه که دوستش ندارن و میرن سراغش، معمولا یا مشکلشون اینه که با پنس ور میدارن، سعی میکنن دستشون کثیف نشه، آستین نمیزدن بالا برن توی ماجرا که فیلم خراب میشه، یا اینکه انقدر میگم ساده میگیرن و میگن که اصلا ولش کن این که فیلم من نیست، مهم نیست، که از اون ور بوم میافتن. آره در مورد تو به نظر میگم این خطه وجود داره و این خیلی اتفاق خوبیه. من همچنان شرمنده چیزو ندیدم، سازمانده رو ندیدم، ولی آینه بغل رو در واقع همین هفته پیش که رفتیم دیدیم، به نظرم اتفاق اینه. یعنی انقدر تو دو تا به هر حال آدم چیز داری، این ور اون ور قصه تو بچه مردونه، یعنی گلزار و جواد عزتی، همین که بالانس بازی این دو تا داره با هم دیگه رعایت میشه و کاپله داره کار میکنه توی اون رفاقت مردونه پولدار فقیره کلاسیک سینمای ایران، به نظرم اندازه‌ای که باید واسه فیلم رحمتش کشیده و فیلم هم داره چیز میکنه، یعنی از مخاطبش داره جواب میگیره. به هر حال من همیشه تو این سالا سعی کردم بگم بین خالتور و آینه بغل و حالا بریم همینجوری عقب در همه این سالیان، بین این دو تا فیلم باید فاصله گذاشت، نه باید به یه چوب بزنی که آقا اینا کمدی ان، اینا فیلم جدی های چیزن. فیلم کمدی که مخاطب رو بتونه نگه داره ولی فیلم درستی باشه، ولی فیلم فکر شده ای باشه، درست در واقع از موقعیت خوب قصه استفاده بکنه، مثلا موقعیت اولیه چیز خیلی موقعیت خوبیه. من چیزی که تو قصه دوستش ندارم یکم چیزاست، دیالوگای اشاره مستقیم روزاست، یعنی اینکه انقدر در واقع تاریخ مصرف به این دوره میدی، مثلا تو 3 سال دیگه کسی ممکنه مثلا چند 96% 14% رو نفهمه، یا در واقع حرف مستقیم هایی که راجع به اینکه حالا مثلا تو عادت این خونه اندازه این مثلا خونه ماست در فلان، یه ذره پیام اخلاقی طور میشه، یه ذره خسرو، یه ذره راجع به مردم ما فکر کنم داری اشتباه میکنه. مردم ما الان از مثلا تو دو تا ورژن نهنگ عنبر، حالا یک و دوش، اشاره‌ای که داره میشه به موضوعات ریز و دیتیل، حالا سالهایی که من تو شاید دوران مثلا مقطع ابتدایی یا راهنمایی بودیم و تک تکشو مردم میبینن و لذت میبرن، یک چیزهایی میدونم، ولی مردم ما همین 90 آره نه میبینم، منم خب تکلیف رو روشن میکنم، من یه موقعی فیلم میخوام بسازم که مثلا 100 سال دیگه هم مردم ببینن لذت ببرن، تاریخ سینما باشه. آره مثلا خب اون واقعا اگر قرار بشه به سمت اون قصه برم، قواعد اون قصه رو همونطور که گفتی اندازه های اون رو رعایت میکنم. وقتی قراره مثلا آینه بغل بسازم، من به این فکر میکنم که این فیلم قراره بفروشه، مخاطبم بره فیلمو ببینه، مثل سال بودارم خیلی کامنت منفی، نقد های منفی نداشته باشم، تلاشمو کردم و واقعا اینطوری نبوده که بازیگر رها بشه، ما سکانسی نبوده که با جواد عزتی شاید یه جاهایی مثلا درگیری لفظی هم پیدا کردیم. یه جایی به من گفت من فلانی نیستم که این دیالوگ رو بگم، خیلی جواد دیگه، یه جایی بهش گفتم جواد این ماجرای نیمروز نیستا، میدونم رفتی ماجرای نیمروز بازی کردی، میدونم بچه با شعوری هستی، میدونم با سوادی، کارت هم درجیه که، ولی یک بخشایی هم بالاخره داریم کار آینه بغل میسازیم، منم با در واقع اون کمدیایی که تو باش مشکل داری، من بیشتر از تو مشکل دارم، ولی فراموش هم نکنیم چه کاری داریم میکنیم. واقعا راجع به تک تک دیالوگات، راجع به تک تک لحظاتش ساعت ها بحث کردیم. حالا قبلا اینو توضیح بدیم که معنی رها کردن جلوی دور، در واقع بازیگر رو رها کردن، قطعاً اختیار به بازیگر داره. آره دو تا چیز کاملا بره. آره یعنی اصلا این نیست من کاملا کامل وقتی بازیگر حرفه‌ای میارم من خیلی مزاحمش نمیشم، شاید سر یک چیزهایی که توی فیلمنامه نوشته باشه تلاش کنیم به یک نقطه نظر مشترک برسیم، برای این تلاش میکنیم، ولی وقتی قرار بازیگر بازیشو انجام بده من خیلی مزاحم بازیگر تو واقعا یه بخش از کارگردانی رو به نظرم تو کستینگ میکنی، یعنی همون چیزی که داری میگی سر عطاران سالوادور، به نظرم تو عمده فیلم ها داره اتفاق میفته، یعنی وقتی مثلا آتل پسیانی رو میذاری واسه اون نقش کارگر ساده، مشخصا میدونی که در واقع از این کاراکتره چی میخوای و چه اتفاق واسه نقش قراره بیفته. واقعا اگر این نباشه، این اتفاق نیفته، فیلم در نمیاد.
و مهمترین بخش واقعا توی کارگردانی، مهمترین بخش انتخاب، انتخاب هر چی. یک انتخاب اشتباه فیلم رو نابود میکنه. فیلم شوخی نداره با کارگردان، نمیشه شانسی بری سر صحنه بگی. من تا حالا من اصلا بلد نیستم مثلا فیلم بسازم، اگه تلفیلم میساختم، سریال ساختم، سینمایی ساختم، هر چی بوده تمام وجودم رو برای اون کار گذاشتم. یک تا میدونه واقعا شبا تا صبح من خواب ندارم، واقعا برای سکانس های فردام خواب ندارم. و حالا هر بازیگری هم که شما میدونی بازیگر حرفه‌ای هر کدوم یه لمی دارن، چجوری بهشون نزدیک شی، چجوری مراقبت ازشون بکنی، چجوری نکته‌ای که لازمه رو بهشون بگی که بهشون بر نخوره، چطوری اون رفاقت رو افتخ. واقعا کار سختی. خیلی از کارگردانای ما خیلی از من باسوادترن، خیلی با تجربه ترن، ولی واقعا ارتباط با بازیگر رو نمیدونن. کارگردانی که من خودم مثلا دستیارشون بودم، یعنی همواره جف پشت صحنه انقدر متشنج و انقدر جف خوبی نبود، یعنی حال پشت صحنه حال بچه‌ها خوب نبود، ولی پشت صحنه کارای منو ببینی واقعا اگه آبدارچی یا یکی از راننده های من یه روز به حالش خراب بشه من نمیتونم کار کنم. نمیتونم، باید حالش خوب بشه بعد بریم جلو. دور بازیگری که دیگه جای خود داره، چون تمام زحمات بچهای گروه از طریق بازی بازیگر قرار دیده بشه، غیر از اینکه خودش حالا بار مسئولیت خودش رو به دوش داره، تمام زحمات ما هم به دوشونه. بنابراین خیلی بعد از بازیگر مراقبت بشه. بعضی از کارگردان همینجوری عاشق بازیگران، دوست دارن با بازیگرا عکس بگیرن، تو فیلمشون فلان بازیگر باشه و از این زاویه مراقبت، ولی بازیگر به نظر من مثل یک نوزاد مراقبت میخواد و بیشتر این مراقبت از سمت کارگردان میخواد. و اگر این رعایت بشه برای فیلم اتفاق خوبی میفته به نظر من. یه شاهد عینی داریم که تاییدم میگه سرش هم تکون میداد. نه هی داشتم سرچ میکردم ببینم رفتارش با منم همینطوریه. نتایج سرچتون بگی. یه موقعی توی فیلمای خسرو، توی فیلمای مثلا من، خب مثلا یکتا پیش من خیالم راحته، یعنی شاید کمتر انرژی بذارم، میگم خب یکتا میدونه، شاید یک جایی عصبانی بشم به یکی من فشار بیاره، مثلا یه ذره سر یکتا خالی بشه که کمتر یا مثلا بازیگری باشه که باهاش راحت تر در میگی که دیوار باشه. نه مثلا واقعا من مثلا توی فیلمی کار میکردیم، حامد بهتاد، انقدر با هم رفیق شدیم که یه جایی بازیگری انقدر من اذیت میکرد، با بهتاد یک فیلمنامه نوشتیم، یک صحنه رو اجرا کردیم که اون حساب ببره. یعنی در کل باید مدیریت کنی، یعنی اتفاق خودش نمیفته، آینه بغل الکی نمیفروشه، سالوادور الکی نمیفروشه، همین فیلم خالتور الکی 6 میلیارد نمیفروشه. همین که میگم من فیلمو ندیدم، حتما فیلم خوبیه، حتما فیلمی که مردم دوست دارن، شاید سلیقه من نباشه، سلیقه خسرو نباشه، سلیقه خیلیا نباشه، ولی فیلمی که دیگه 6 میلیارد رد میکنه، یعنی یک چیزهایی توش رعایت شده. خیلی کم ناخواسته این اتفاق میفته، نمیگم همه فیلم ها تفکر پوششه، بعضی وقتا هم که بعضی وقتا شانسی ممکنه یک مجموعه خوب کنار هم قرار بگیره، ولی خیلی راحت میشه فکر شده این کارو کرد، خیلی راحت. من الان بهت گفتم بالای 20 یعنی روزی نمیشه که من پیشنهاد کار نداشته باشم. الان من فکر میکنم من چه رادی هر چی بسازه میلیاردی میفروشه، واقعا اینطور نیست. فروش فیلم من نیستم، من یک بخش کارم، قطعا یک بخشش گلزاره، قطعا یک بخشش جواد عزتی، قطعا یک بخشش یک تاس، قطعا یک بخشش نازنین بیاتی. خیلی از نقدا می نویسن جواد عزتی و یکتا ناصر فقط تو آینه بغل. اگه رضا گلزار کارشو درست انجام نمیداد مطمئن باشه جواد عزتی دیده نمیشد. اگه نازنین بیاتی به عنوان همسر جواد کارشو درست انجام نمیداد و تو اذیت میشدی از حضورش، قطعا تو بازی جوادم تاثیر میذاشت. اگه یکتا کارشو درست انجام نمیداد به عنوان زنی که از خارج اومده و تماشاچی باورش نمیکرد، ترس جواد از عزتی از اون موقعیت، ترس نازنین از اون موقعیت در نمیومد، ترس خود رضا گلزار در. من اعتقاد دارم که همه چی درست در اومده، قطعا نقد هست، قطعا تو بخش کار خودم حداقل ضعف هست، ولی اینها درست کنار هم چیده شده که دو تا بازیگر بهتر دیده میشن. قطعا توی کاری که 4 تا 5 تا بازیگرن یه کمدین داره که جواد عزتیه، معلومه که مخاطب میگه جواد عزتی عالی بود، ولی این عالی بودنه با یک فرمولی در اومده. بخش عمدهش استعداد جواده، بخش عمدهش در نهایت اجرای بی‌نقص جواد عزتیه، ولی بقیه هم کارشون رو درست انجام دادن. خب رضا گلزار نقشش یک نقشه که یک ذره اگر رضا گلزار هم کمدی بازی می‌کرد، اگر رضا گلزار هم یک کمدین بود، این دوتا کمدین کنار هم یک جاهایی باید با هم رقابت می‌کردن، اصلا از نوع سالمش، و قطعاً بازی هم دیگر رو تحت شعاع قرار می‌دادن. هر چقدر من مدیریت می‌کردم، بازیگر طنز رو نمی‌شه ولش کنی، نمی‌شه کنترلش کنی، نمی‌شه قراردادی بهش بگی از کجا تا کجا. بازیگر طنز باید کلیت سکانس رو بگی، دیالوگ‌های در واقع برجسته و درست رو بهش در واقع بگی کدومه، یک بخشیش هم باید رهاش کنی، باز هم فکر شده، باز هم با کنترل، که واقعا کار سختی. من کار اجتماعی میسازم،
اون هم سختی خودش داره، ولی واقعا کار کمدی سخته، واقعا سخته. اونم کمدی آینه بغل که مثلا همون لوکیشنی که شما میگی، 5 تا لوکیشن رو من کردم یه لوکیشن، به علاوه حالا کارهایی که تو ویژوال اینها انجام شده. اون خونه استخرش یه جاست، آسانسورش برج میلاده، خود خونه یه جاست. حالا لو نده. آره. نه لو دادن نیست. اتفاقا بذار مردم. اتفاقا بذار برام ببینن. آره خوبه. 5 تا 6 تا لوکیشن شده اون لوکیشن در واقع خونه رضا گلزار. اصلا چنین چیزی وجود داره تو تهران؟ من هیچ جای دنیا ندیدم. از طبقه سیاه. خود خونه که هست. خود خونه من خونه. من اتفاقا فیلمو که می‌دیدم داشتم فکر می‌کردم اینا این اسبو چه جوری بردن. واقعا ببین همین بعد فیلم بعد علامت سوال ایجاد کنه برای مخاطب. وقتی فیلمو مخاطب میبینه میاد بیرون، هم لذتشو باید ببره حداقل توی ژانر کمدیش، همین که با پر از علامت سوال بامزه بیاد بیرون، اینکه این خونه کجاست، این ماشین، یعنی با آسانسور ماشین رفته بالا، اسب طبقه سیوم چیکار میکنه، کرکوتی تو استخر چیکار میکنه، چیزهایی که حالا بخش فانتزی کار ماست ولی خب در قالب اون قصه و اون تقابل قشر فرادست و فرودست و تقابلی که در نهایت خیلی شیرین تموم میشه برای این جنس فیلم، باید حداقل احترام به قشر سرمایه دار هم گذاشته میشه، چون همه‌شون اینطوری نیستن که بخوای نقد بشه. واقعا سرمایه داره خیلی خوبم بریم، ولی معمولا تو فیلم‌ها آدم بدا پولدارن. اینجا خواستیم بگیم که آقا اینها میتونن خیلی دوستانه و خوب با هم زنده و همینه که مردم دوست دارن به نظر من. جون آتیش گرفت. شما آبی من آتشم، شما منو خاموش میکنی. اصلا میخوام بدونم این کیه که با اینکه فهمیده که تو بچه داری بازم میخواد باهات ازدواج کنه. آی خدایا به خاطر یه حاله بقا ببین بشه روزی افتادم. مجبورت که لباس زنونه بپوشی. مرتضی نصف دنیا منو با این لباس دیدن. منو از این چیزا نترسون. یارو ناجور حالیت نیست. بابا کجا داری میری؟ بپدارو. صدای چی میاد؟ گربه است. همینجوری از در دیوارش آدم دارن میرزن تو. الانه که دیگه برج تصرف کن. البته برج ما داری نرفیزن یه سفر سر بسید. آینه بغل. تو اگر دست نجنبانی دلم پیر شود، طفل نو پای غزل با زمین گیر شود. محمد رضا گلزار، جواد عزتی، یکتا ناصر، نازنین بیاتی، سیامک سفری، مخلقا باقری، غلامرضا نیکخواه با حضور بهاره رهنما و امیر عباس گلاب. تهیه کنندگان منصور سهرابپور، سید امیر پروین حسینی. با دکتر ظریف و تیمش امروز بعد از ظهر پرواز داریم برای ژنو. آقای ظریف فراخانم توه. نه تو بغلش. دستیش دیگه. عجیبه تو نمیشناسی ها. آشپز امور خارجه است دیگه. نصف غذای برجام ایشون درست کردن که. جواب داد برجام و ثمراتش هم داریم می‌بینیم. بحث حالا به بستون کارگردان بازیگر و خود بازیگر با بازیگر رو میشه یه ذره شما چیز کنین راجبش؟ حالا تو همه بغل در واقع اصلا شکل جنس بازی دکتر رو من بگم دارم شده صحبت میکرد فقط راجب فروش فیلم گفت، حالا اینو همه میدونیم ولی من به نظرم این نکته مهمیه، بخشی فروختن فیلمه که ممکنه که حالا یه فیلمی بفروشه، یه بخشی راضی بودن عده زیادیه که اون فیلمو دیدن و سینما میان بیرون، چون خیلی فیلم‌ها ممکنه پیش بیاد فروش حالا خوبی هم داشته ولی خب عده زیادی ناراضی اومدن، حالا اون فیلم به هر دلیلی آدمو جذب کرده بره سینما، مثلا حتی مثلا اینکه فلان بازیگری که سالهاست ندیدیمو بریم ببینیم ولی ناراضی اومدی بیرون. ولی من با بازخوردایی که می‌بینم، حالا آینه بغل به هر حال هر فیلمی ممکنه که تعدادی آدم داشته باشه که برای هر دلیل دوست ندارن، خیلی هم فکر میکنن هر میرن سینما میان باید مثلا دانشمند بیان بیرون، ولی فیلمی مثل آینه بغل بزرگترین روی کردش اینه که ساعات مفرحی رو برای مردم به وجود بیاره، حالا اگر که یه نکته هم توش بود مثل تقابل فقیر و غنی و اینا هم که حالا یه نکات دیگه است حالا به هر حال، ولی چیزی که من دارم میبینم اینه که عده زیادی با حال خوب و راضی از سینما میان بیرون. من دیشب که رفتیم اکران مردمی توی سینما استقلال، پشتم مثلا یه تعدادی آدم هستن که فیلمایی داشتن تعریف میکنن و معلوم بود که بار چندم به هر حال میان میبینن، و این به نظرم خب مهمتر از فروش فیلمه، این حال خوب آدم، حداقل برای ما که سرمایه گذاری نکردیم تو فیلم. فرق چیز چیه؟ فرق بازی جلوی دوربین فیلم کمدی به دبستون بازیگرها با هم دیگه
با یه فیلم جدی تو بازی چقدر فرق داره؟ من راست شوخان خیلی برام فرقی نمیکنه، یعنی من کارم برام جدیه، هم توی فیلم جدی هم توی فیلم کمدی. ممکنه که بازیگرهای روبروم تاثیر بذارن، ولی نه مثلا بازیگر کمدی خب مثلا قطعا بازی میدوزده دیگه، یه بخشی از چیز تصویر رو میگیره دیگه، حجم توجه رو. من اصولا آمادگی اینو دارم که یعنی به بازیگر مقابلم اگر که دلش بخواد این امکانو با کمال میل میدم که روبه، حالا اگر مثلا یه بخشش اینه که روبه دوربین نباشم، چون گاهی خیلی یعنی به حالی که بعد از 20 سال کار خیلی طبیعیه که من اینو میفهمم، ولی اصلا هیچ ضدیتی باش ندارم، چون فکر میکنم که اگر اون فکر میکنه رخ بیشتری مثلا به دوربین بده خوشحال تر میشه، من ترجیح میدم مثلا دماغم هم دیده بشه، من باش مشکلی ندارم. ولی توی این فیلم به خصوص راجب جواد عزتی واقعا این صدق نمیکرد، برای اینکه ما خب توی تمرینایی که با هم داشتیم خب خیلی پیش میاد مثلا بازیگر توی تمرینات قطعا به کارگردان خب خیلی ربط داره، چون باید کارگردان این اجازه رو بده، یه کاری میکنن بعد جلو دوربین و مثلا یه دیالوگای میگن، به خصوص توی کمدی خب من فکر میکنم امکان بیشتری به این کار، من با وجود اینکه حالا کار کمدی کمتری انجام دادم، ولی به هر حال توی اون تعداد محدودم این اتفاق افتاده. ولی واقعا حالا اگر این کارو جواد عزتی و کمدینش رو در نظر بگیریم واقعا این کارو نمیکرد. واقعا من بزرگترین مشکلم توی اون سکانسی بود که با بچه بود و ملافه انداخته بود و حالت اصلا شیر دادن به بچه رو اینا رو گرفته بود، واقعا هم توی دورخونی ها اصلا نمیتونستم بخونم، یعنی و زمانی که فیلم برداری میکنی فقط میگفتم خواهش میکنم تو چشم من خنده نبود، یعنی انقدر من خیلی سخت میخندم توی کار، بری کم پیش میاد مثلا توی سکانسی حتی بقیه هم خندهشون بگیره، من اون شکلی نیست نتونم خودم رو کنترل بکنم، ولی واقعا تو اون سکانس نمیتونستم، یعنی صورت جوادو که میدیدم اصلا قبل از اینکه اون هر کاری بکنه من ولو میشدم، و یکی از بزرگترین شانس هایم بود که تونستم اصلا اون سکانس رو بگیرم، و همچنان همون لحظه رو میبینم همون شکلی میشم، خیلی به نظرم واقعا جالبه. توی میگم توی خب کارگردانی من چهرم، حالا توی این کار که خود جواد قاعدتاً این اندازه شعور و توانایی رو داشت که نخواد این کار بکنه، بازی دوزی یا هر چیز دیگه که اسمشو میذاریم، ولی منوچهر واقعا از اون کارگردانه که انقدر حواسش به همه چیز هست. ما توی زندگی شاید شخصی مون یکی از مشکلات و معضلاتم با منوچهر اینه که چرا حواست نیست، مثلا چرا در و پشت سر خودت نمی‌بندی، خیلی واقعا انقدر متمرکز روی کارش، عادی ترین کارهایی هم که ممکن آدم توی زندگی شخصیش انجام بده خیلی وقتا فراموش میکنه، و من دائم باید در کنارش یه چیزایی بهش یادآوری کنم، ولی توی کار انقدر براش مهمه و انقدر حواسش به همه چیز هست، حالا هم راجب پشت دوربین جلوی دوربین که اجازه به کسی نمیده و آدم هم اینو حس میکنن، یعنی احساس میکنن یه کارگردانیه که خب موازه ما هست، حواسش هست. حالا من هم اگر یه جاهایی واقعا معترضم به دلیلی که خیلی وقتا منوچهر مثلا فکر میکنه که من از خودشم، یعنی اون چیزی که حتی تو ذهنش میگذره من حتما از قبل از فیلتر ذهنی من گذشته بهش منتقل شده، بنابراین گاهی یادش میره که مثلا من حالا بازیگرشم هستم، من مثلا احتیاج به جای نشستن مثلا احیانا دارم. واقعا من بازیگر اگه کارش درست انجام بده، خیلی از کارگردان ها زمانی که من دستیار بودم واقعا میدیدم اگه مثلا دوتا مهمان میومد سر صحنه حتما بعد اون ژست کارگردانی و اون یه عکس کاری بعد میومدن، ولی من اصلا بلد نیستم واقعا. همیشه خیلی وقتا پشت مونیتور خودش جا نداره بشینه، مثلا ما تو خیابون که کار میکنیم تمام آدمایی که تو اون خیابون رد میشن پشت مونیتورن، من میچرم خب خدا رو شکر چون قدش بلنده از اون ته مثلا
اگر لازم باشه مثلا مانیتور داره میبینه، ولی همه آدم ها که مثلا معمولا من خب به خصوص سالهای قبل خیلی این باب بود دیگه، مثلا موقعی که مانیتوری هم نبود تو کار سینمایی اصلا اون یک شیء مقدس بود دوربین، یعنی ما خودمون فهم کردیم که اول بعد میریم سر صحنه به دوربین یه سلام عرض بکنیم بعد به بقیه، ولی منشه واقعا نمیدونم فکر کنم انقدر کارش مطمئنه که هیچ مشکلی با این قضیه نداره. حالا مهمان که دیگه جای خود دارن، میگم مثلا رد میشن تو خیابون هم میان یه نگاهی تو مانیتور میکنن میرن. چیزی هست که راجع به آینه بغل میخوای بگی؟ من کلا خواستم یه چیزی راجع به کار کمدی بگم و سختی‌هاش. این که حالا تو بهتر میدونی، حالا میگم دوست دارم حالا مصاحبه یه بخشش هم جنبه آموزشی داشته باشه، علاقه‌مندای سینما، دانشجوها، هنرجوها قطعا خب گفتگوها رو گوش میدن، حداقل اگه فیلم یه کارگردان دوست داشته باشن یا برنامه رو دوست داشته باشن جنبه آموزشی هم داشته باشه. اساسا کار کمدی تو بهتر از من میدونی یعنی شوخی با یک مسئله جدی، شوخی با یک قضیه جدی، شوخی با یک شخص جدی، یک آدم جدی جامعه، که متاسفانه ما با هیچ مسئله جدی حق نداریم شوخی کنیم. از این جهت کار ما خیلی سخت میشه. واقعا کار کمدی تو ایران، کار کمدی که از 10 تا کامنت 9 تاش مثلا کامنت های مثبت باشه، دقیقا همین آمار تو سالوادور من منفی داشتم و من فکر کنم اتفاق مهمی افتاده، یعنی حداقل خود منو چراتی نسبت به کار کمدی قبلیش رو به جلو بوده و برای این هم زحمت کشیدیم. خیلی مواقع هست توی کامنت ها که من نمیتونم بگم برای مهم نیست، بعضی ها به راحتی میشینن قضاوت میکنن بدون اینکه من میفهمم که طرف علم این کارو نداره، به عنوان یک مخاطبی که مثلا نشسته فیلم آقای فرهادی رو دیده، فیلم حالا فیلم های خارجی، فیلم های مطرح، حالا جشنواره های معتبر جهانی رو دیده و یه دفعه میاد مثلا آینه بغل رو با آخرین فیلم مثلا اصغر فرهادی مقایسه میکنه. مقایسه غلطیه. اینکه اصغر فرهادی یک نابغه است، یک آدم باسواد و کار بلده، اصلا احتیاج به توضیح نداره، توضیح دادنش از من کم بکنه، همه میدونن، ولی باید بدونن که کار کمدی ساختن کار سختیه، یعنی تو با هیچ کس نمیتونی شوخی کنی، با هیچ ارگانی نمیتونی شوخی کنی، با هیچ آدمی نمیتونی شوخی کنی، مگر طرف دوز باشه، قاچاقچی باشه، یا مثلا حتی دیگه حالا فقیر و ثروتمند. ما تو همین کارمون واقعا اسم رضا گلزار اسم یک آدمی بود که یک آدم پولداری بود، فامیلیش که در واقع اعتراض کردن و رفتیم تمام فامیلی ها رو عوض کرد، یک شخص بخش خصوصی کاملا هم حق با ایشون بوده بدون اینکه ما بشناسیمش، اسمی گذاشتیم که تشابه اسمی با یک در واقع خانواده بسیار آدم حسابی بسیار کلا سینما توی یک وضعیتیه که همه میتونن ازش شکایت کنن. از این جهت کار سختی، خیلی ها، خیلی از کامنت ها رو من میخونم که من بعضیشون واقعا توهین‌آمیز و با بی احترامی نقد میکنن. من اصلا نمیگم از فیلم من تعریف کنید یا فقط نکات مثبت شو بگین، ولی دوست دارم اگه نقدی میشه برای هر فیلمی، چه فیلم اجتماعی چه کمدی، واقعا نقد اگر سوادم ندارید نقد کنید، محترمانه نقد کنید. فیلم دوست ندارید بگید اصلا دوست نداشتم، هیچ اشکالی هم نداره. من معمولا نقدایی که محترمانه است واقعا اون تیک رو قلبو میزنم، یعنی لایکشون هم میکنم که خیلی ممنون و واقعا برای منم آموزنده است. بالاخره این آدم راضی نشد از این فیلم، ولی بعضیا مشخصه که پر از عقده و پر از چشم تنگی و چیزهای دیگه ان. ای کاش مثلا دقیقا ناراحتن که چرا جای یکتا بازی نمیکنن، چرا گلزار نشدن. آقا گلزار علکی گلزار نشده، اون هم داره تلاش میکنه، اون هم 20 سال خودشو نگه داشته، حتما یک اصولی داره، یک چارچوبی داره که بلده، قواعد بازی رو بلده. واقعا اگه نقدی هست نقد منصفانه باشه، ما مخلص همه منتقدام هستیم. یه جمله‌ای بود راجع به کمدی قبل از انقلاب، میگفتن که فقط میتونستن با جاهل ها و فواحش در واقع شوخی کنن چون اونا اعتیادی صنفی نداشتن. آره اگر الان فواحش هم نمیتونیم در واقع، فقط احتمالا راجع به واقعا نمیشه، فقط با خود سینماگرا شاید کرد. از این جهت واقعا کار سخت میکنه، واقعا کار حالا تعریف خود کمدی هم که حالا چه واسه نوشتنش چه واسه ساختنش، باز چیزی که اون طرف هم گفته میشه اینه که تو سه تا فاکتوره که باز ما اونا رو هم نداریم دیگه، یعنی یا در واقع آره اونا رو نگفتم دیگه، آره دیگه دقیقاً دیگه بله، تو در واقع اونا رو هم باز تو ایران نداری، برای همین خیلی کار سختیه واقعا کمدیه
خوبه آبرومند ساختن، مثلا همینه که مثلا همچنان جان هر کمدی مثلا فاخر سر میاد، اجاره نشین ها، یا مثلا کلا 4 تا 5 تا نمونه فکر کنم تو کل این سال، همه این سالها داریم که مثلا میگم واقعا اگه کار راحتی بود آقای مهرجوی اجاره نشین ها رو ساخته، واقعا اگه کار راحتی بود قطعا ادامه میداد. بالاخره یک بخشش مراقبه نام خودشه، مراقبه اعتبارشه که کاملا هم بجاست. یا خیلی از فیلمسازهای ما، مثلا من یه جا مصاحبه کردم که شما فکر کنید اصغر فرهادی دوست نداره کار کمدی بسازه، و آیا اگه کار کمدی بسازه به اندازه کار اجتماعیش موفق است؟ منتها تیتر رو یه جور دیگه نوشتن که اصغر فرهادی مثلا کمدی نمیتونه بسازه. من خودم دستیارش بودم، برنامه‌ریزی کارش بودم، که از فیلمسازهایی به شدت مورد علاقه خود منه، یاد گرفتم ازش چه از فیلماش چه زمانی که دستیارش بودم. ولی کمدی کار سختیه. اگر کمدی می‌نویسه دایره زنگی که واقعا به اسمش بعد یه اسکار داد، هوشمندی تو انتخاب اسم، باز اونو میده به همسرش می‌سازه. و کاملا هم مشخصه که از ابتدا تا انتها مراقب فیلم هم بوده. ولی خودش این کارو نمی‌کنه. نمی‌تونی بگی دغدغش نیست. هر فیلمسازی دوست داره کار کمدی بسازه، یه کاری بسازه که مردم. ولی خب دیگه قطعاً توفیقی که یک فیلم اجتماعی خوب می‌تونه نصیبش بشه، یک فیلم کمدی خوب در نهایت از نظر منتقدا و فستیوال‌ها نصیبش نمیشه. بله. خب رفقا، ما از مهمان‌های مولانا روش پیشنهاد فرهنگی می‌گیریم. پیشنهاد فیلم، کتاب، موسیقی. فیلم خوب چی دیدین اواخر؟ من امسال سریال وست وورد کار برادر کریستوفر نولان کار کردم. اون دیدم. اخیراً دارم سریال خانه پوشالی رو میبینم، بازی آقای معروف آقای معروف که حاشیه ساز شده. اتفاقا منم این روزا دارم همون سیزن 5 هاوس آف کاردز رو میبینم و اصلا تصور اینکه سریال بدون کوین اسپیسی قرار چه اتفاقی ازش بیفته فکر کنم میخوان نسازن دیگه ادامه. نه میخوان با زنه ادامه بدن، یه سیزن میخوان با زنه ادامه بدن و تمومش کنن با رابین رایت. منتها اصلا واقعا سریال اسپیسیه. بله، من خودم الان کتابی که دارم میخونم سر کلاس با کیارستمی، حالا کتاب ظاهرا مدت زیادی اومده ولی من اخیرا دستم رسیده به خاطر کار تدریسم که انجام میدم، خیلی به من داره کمک میکنه و واقعا فقط یک فیلمساز میتونه حظ بیشتری ببره از اون کتاب، یا کسی که واقعا مثل شما منتقده و سینما رو خوب میشناسه، یا عوامل حرفه‌ای سینما خیلی میتونن استفاده ببرن از خط به خطش. واقعا من توصیه‌ام اینه که حتما کتاب سر کلاس با کیارستمی رو. موسیقی چی؟ موسیقی من فقط همین موسیقی ایرانی رو گوش میدم. خیلی خوبه، جذابه. آلبوم جدید شنیدی که؟ آلبوم جدید آخرین ترک در واقع مجموعه کاره همایون شجریانی که خیلی دوستش دارم، خیلی واقعا کاراشو دوست دارم. یک اتفاقات عجیبی مثلا توی آهنگسازیش، توی در واقع تنظیم آهنگاش میفته و خودش حالا خودش همچنان سنتی میخونه، سنتی آلت جنس کارهایی که پدرش هم انجام میداد، ولی تو موسیقیاش خیلی شیطنت های بامزه ای داره میکنه. یعنی موسیقی شاید یه جایی به سمت موسیقی پاپ میاد ولی صدا و خوندنه، یعنی این تلفیقو داره خیلی عالی و هوشمندانه انجام میده. خواننده های جدیدم که ماشاءالله خواننده خوب جدید زیاد دارن میان. خیلی ترکش چرا خوبه راستی بگم اینا چی؟ بانو جانتون چقدر خوبه. آره بانو جان من با امیر عباس گلاب قرار بود تو عاشقانه کار کنیم که اون موقع واقعا مجموعه کاراشو من گوش دادم، حداقل مناسب برای عاشقانه ندیدم. احساس کردم آسرایی یک صدایی داره که خیلی صداش اساسا عاشقانه است، یا فرزاد فرجین میتونه یک جایزه هم بردین ترک فرجین. بله. برای قشر حداقل تینیجر رو جذب کار بکنه. ترکیب هم به نظر من جواب داد. ولی امیر عباس گلاب بعدش، حالا دوستی که من بابک زرین دارم، به من در واقع چیز کرد، گفت امیر عباس گلاب یه قطعه خونده، خیلی کار پیچیده هم نکرده، در واقع همون فرمول معروف 6 و 8 این بانو جان رو برای من فرستاد. دیدم چه حال خوبی داره. بعدا اصلا شاید یک سال بعدش اتفاق آینه بغل رقم خورد و داشتیم کار میکردیم، دیدم موضوع فیلم و حالا همون لحظات اول فیلم، به آقای سهراب‌پور پیشنهاد دادم که آقا من یه ترک برات میفرستم اینو گوش بده. گوش داد، گفتش که چقدر این حال خوبی داره. گفتم من اینو میخوام برای اول و آخر فیلم بذارم. گفت حالا برای اولش اوکی، آخرش بذار تصمیم میگیریم. آخرش امیر عباس گلاب یک دو تا آهنگ دیگه خوند که من گفتم که همون اولیه دوباره بیاد، که حالا این بار انگار برای جواد و نازنین داریم گوش بدیم. بله.
شما هم پیشنهادتون بگید. یک تا که اگه بخواد کتاب معرفی کنه بعد واقعا هر شب هر دو سه شب یه رمان تموم میکنه. واقعا بدون کتاب نمیخواد. من یه ذره فیلم دیدن الان توی این روزا برام سخت شده، چون با صوفیا یه ذره سخته به دلیل اینکه زمانی که بیداره که خب مدام داره با من بازی میکنه، وقتی هم خوابه بازم حالا صداش و اینا اجازه نمیده. گاهی مثلا دیگه من خیلی واقعا سخت فیلم دیدم، ولی خب کتاب تنوز تنها چیزیه که باز میشه بخونمش و خیلی هم خب خوبه. البته نه واقعا مثل سابق. چی بیشتار من برای بار دوم جاودانگی میلان کندرا رو خوندم، یعنی راست شو بخواهی رفتم برنامه کتاب باز، بعد داشتم راجبش صحبت میکردم و نویسنده مورد علاقه با اینا رو گفتم، بعد یه های احساس کردم چرا یادم رفته، بعد شروع کردم از اول خوندن و مثلا 10 سال پیش شاید بیشتر خونده بودم، دیدم که خب این دفعه با این سن خوندنش حال دیگه ای داره. اون که تمام که الان چیز رو شروع کردم، خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر رو شروع کردم که خشم و هیاهوی آره. مهن سیدی یه دفعه دیگه حالت شروع کرده بودم الان خشم هایی مهزه رو بایدم ولی سخته، ممکنه که بذارمش کنار، چون احساس میکنم که فرصت هم توی زندگی بهم اجازه نمیده. یعنی دوست دارم یه کتابی بخونم که خیلی لذت ببرم ازش. حالا شاید برم دوباره یک جلد در جستجوی زمان از دست رفتم مونده از 7 جلدش جلد آخره. فارسی نمیخونی؟ ایرانی؟ چرا؟ میخوام که چون نگرفتمش، ولی من آقای محمد حسن شهسواری رو خیلی دوست دارم کتاباشو. یه دونه کتابی دیدم اخیراً ازشون چاپ شده که دوست دارم اونو برم ببینم بخونم. باشه. یه فیلمی هم خسرو برای 2017 هست، حتما دیدی، حتما همه مخاطبان دیدن، منچستر باید سی، بازی کیسی افلک. واقعا فیلم بی نظیریه. من 2 هفته پیش تو همین کلاس بازیگری با مقابل دوربین تو 2 جلسه از کلاس این فیلم رو گذاشتم و 2 تا 4 ساعت 8 ساعت من این فیلم رو برای بچه ها گذاشتم و سکانس به سکانسش حالا به لحاظ بازی ها کارگردانی تحلیل میکردم. واقعا یه لذت دیگه بودم. همون موقعی که اومده بود و اسکار بهترین بازیگر رو گرفته بود کیسی افلک و چون فیلم رو دوست ندارم میذارم تو تعریف کنی ازش. نه واقعا آخه نه نمیدونم، خیلی به من خیلی چسبید، مثلا بازی کیسی افلک و فیلم نامه، ارتباط که بین حالا شخصیت شما پس به ما پیشنهاد بدید اون شخصیت لی و پاتریک پسر برادرش، ارتباط اینا واقعا بی‌نظیر بود. حالا سریع هستی آره. نه فیلمی خوب، خیلی طرفدار زیاد داره تو اسکار و جوایز پارسال هم خیلی تحویل گرفته شد، خیلی فیلم محبوبی بود. نه من مشکلم باش اینه که به نظرم آدمه همون چیزی که قبل از ضبط داشتیم سر یه فیلم نامه دیگه با هم حرف می‌زدیم، راه نمیره کاراکتره دیگه، یعنی از نقطه آ تو همون نقطه آ میمونه. اون اتفاقی هم که هیفین وعده‌اش رو میده که خیلی اتفاق مهمیه، به نظرم خیلی چیز برگزار نمیشه. واقعا خیلی فیلم اتفاق محور آخه نبود، واقعا فیلم میگم شخصیت هم شخصیت من اعتقاد دارم شخصیت باید یه فاز جدیدی رو در واقع زندگیش باز کنه. رابطش با پسره وقتی شروع میشه و در تهش در واقع به نظرم همون آدم هست. اتفاق عجیبی بود، یعنی اتفاقی واسش نمیخواد. من نمیفهم چرا باید دنبال کنم قصه همچین آدمی رو و قصه ای که هیچی توش نداره و آدمی که هیچ تغییری نمیکنه رو چرا باید با من دنبالش کنم. یک موقعیت جذاب و یعنی یک آدمی که خودش توی نگهداری از فرزندانش موفق نبوده، فیلمساز با هوشمندی و روایت در حال موازی فلش بک و زمان حال اون شخصیت رو بازم موفق نیست، بازم با پسر به اینجا نمیرسه. نه کاری ندارم، این آدم رو میاد در اون مسئولیت یک بچه دیگه هم نزن گردنه و خود این از ابتدا قبول نمی کنه، میگه من کار من نیست. اون موقعی که در واقع اعتماد به نفس داشته، بچه ها مال خودش بودن، 3 تا بچه رو از دست داده، ولی حالا که اصلا اعتماد به نفس هم دیگه نداره، یک بچه رو بهش میدن. به نظر من یک جزئیاتی داره. میگم من برای بار دوم وقتی سر کلاس اینو گذاشتم، دفعه اول خب حظشو بردم، من میفهمم که سینمای جزئیات باشه، سینما مورد علاقه، چون مثلا جنسش به نظرم اتفاقا جنس مثلا زندگی جای دیگری است، مدلش به نظرم برای شبیه حتی بعضی قصه ها روابط دیگه، هیچ اتفاقی توش نیست. ولی مثلا فیلم فورس ماجر هم همین کاری رو داشت، اگه دیدی باشی فورس ماجر سوئدی. آره فورس ماجر
هیچ اتفاقی نمیفته. نه برای موتور محرک خیلی موتور محرک قویه. نه خیلی نه خیلی قوی میشه. خیلی درست در واقع توی گسترش داستان به شدت این اوج میگیره. موقعیت رو سنگ هم بذاری آب بشه. موقعیت به ظاهر ساده است که شاید برای خیلی ماها اتفاق بیفته ولی چقدر دراماتیزه میشه و چقدر هم نویسنده هم کارگر هم بازی ها. من احساس میکنم منچستر بایدسی از اون جنس اتفاقا. یعنی اون آدم هم یه همچی اتفاقی برای شما افتاده ولی یواش یواش این اتفاقه برای ما حالا تو اشل و اندازه خودش بزرگ بشه. مرسی دمتون گرم. تا یه فیلم ما معرفی ما فیلم بگیم ببینیم تو بهترین فیلم زندگی چیه؟ بهترین فیلم زندگی من خیلی کوبریک بازم. کوبریک آیز وایت شات نظرم. آیز وایت شات و پدرخوانده دو به نظرم کنار هم دیگه بهترین فیلم در سینما. سر پدرخوانده دو رو بیشتر دوست داری؟ دو رو بیشتر دوست. یک اصلا دو یک دوست ندارم در واقع. سه هم که اول سه... اول دو بعد سه بعد یک نه؟ آره دقیقاً. من خود چیزو دوست ندارم. من مارلون براندو رو دوست ندارم کلا. به نظرم خیلی زیاده. مثلا همین پدرخوانده یکم اصلا دوست ندارم. اینه جلو حامد نگی. آره. آره. نه اگه من تا خیلی مفصل 7-8 سال پیش نوشتم راجع به ماجرا. ولی نه امسال که من چیزو دیدم دانکرک رو دیدم خیلی هیجان زده شدم. یعنی به نظرم کوبریک دوم و کوبریک جوان در واقع نولانه. تازگی هم الان نمیدونم چی دیدیم. با میس اونجا سوال میپرسیم ما چه قشن جواب بدیم. دانکرت مال نولانه جدیده. منم نولان خیلی دوست دارم. یه چیزم بگم خسرو ما نزدیک به 2 سال هست ازدواج کردیم. یه اسمم میشه و وقتی ازدواج کردیم واقعا غیر از برنامه حالا 7 یا سینما 2 که دوبار با هم رفتیم و برای فیلممون رفتیم و بود بحث فیلم و اینها بوده فیلم خودمون شخصا تو هیچ برنامه تلویزیونی یعنی دور همی خندبانه شب عید شب یلدا تمام برنامه های تلویزیون واقعا من هیچ جا نمیرم. هیچ جا نمیرم. دوست دارم اگه با یک تا یک جایی میرم یا صحبتی هست فقط در ارتباط با کار و حرفه‌مون بشه و تو که قطعا همینه تو همینم من انتخاب میکنم ولی انقدر برای من عزیز و محترمی جدی میگم شاید اتنیم. شاید از همون برخورد اول با فیلم یکی میخواد که حالا خوشبختانه دوست داشتی و احساس کردم واقعا منصفانه داری درک میکنی یعنی منتقدی هستی که برای فیلمساز احترام قائلی این خیلی خوبه کاش منتقدای دیگه اکثرشون خوبن اونایی که از در واقع کار منتقدی فقط بلدن که یک فیلمو از اول تا آخر بکنم فکر کنم هر چی بیشتر از نقاط ضعفش بگن این یعنی نقد بهتری درست که نقد باید منصفانه بشه و همه بخش های فیلم درست و تخصصی اشاره کنه. واقعا من نقد فیلم خوندم و برای همین آینه بغل از اول تا آخر فیلم تعریف کردم همین یکی دو تا حالا اصطلاح بود فیلمو تعریف کرده بود دیگه. من اینقدر قول دادم سر وضعیت نقد فیلم در ایران که بهتر من سکوت کنم. نه چون خیلی میتونه آموزنده باشه واقعا. من مثلا همون سر یکی میخواد باید حرف بزنه اینقدر برای من حداقل فیلم فیلمی بوده که منتقد براش مینوشت اینقدر از خود نقدها چیز یاد گرفتم. باز من هم باید منصفانه بگم نقد خوب آدم میخونه و یاد میگیره. حالا خیلی کارگردان مغرورم باشه نخواد برو خودش بیاره دیگه میخونه متوجه میشه دیگه ولی واقعا بعضیا خیلی نامحترمانه نقد میکنم این اشکال داره. مرسی ازت. خانم شما حرف آخر. یه چیزی میخواستم بگم که یادم اومد. همین که منم واقعا ترجیح میدادم که منچر خودش این برنامه رو شرکت کنه. ولی الان راضی که اومدی ها؟ نه چون به هر حال وقتی راجع به فیلم صحبت میشه من مثلا راجع به حال بازی خودم یا حالا یه ذره این ور اون ور میتونستم صحبت کنم. بعدش هم که حالا اکثرن که واقعا مهربونن ولی یه عده‌ای که حالشون خرابه مثلا من گفتم که کمتر با هم دیده چی شاید حال اونا خراب بگه مثلا فکر میکنن که چیز دیگه مثلا ما با هم دیگه میریم منوچهر داره مثلا ساپورت میکنه من با خودش تو بر این برون بر در شرکه خودش و کسی که منو میشناسن میدونن که من اصولا اهل فرار نه کلا دنبال راه اصلا کاری با من چه نه من همش دنبال اینم که از همه چیز فرار کنم از عکس گرفتن از گفتگو از مصاحبه از همه این کارا در حال فرار کردنم نه که کار خوبی باشه خصلتم یا ویژگی رفتاریم کلا اینطوریه ولی
دوست داشتم که به هر حال تو این برنامه اگر که کمکی میتونم بکنم، حالا حرفی بزنم در مورد آینه بغل که آدم ها بیشتر راغب بشن بخوام برن فیلم رو ببینن، و اینکه بر خود شما و برنامه که میسازین احترام قائلم. ممنون شما، مرسی، خیلی لطف کردین که با هم اومدین. من برنامه بلند روش رو هر قسمتش رو تقدیم میکنم به یک نفر، معمولا آدم هایی که از دستشون دادیم. تو حرفای امروزمون اشاره کردیم به مهدی نوربخش، آقای کارگردانی که سال 88-81 ماها خیلی جوان بودیم فیلم رأی باز رو ساخت و خیلی یک نسلی رو فکر کنم حالشون رو با یک بخش سینما ایران بهتر کرد. اون فیلم خیلی فیلم عجیب و عزیزی بود. الان که اسمش رو آوردیم بابت فیلم بعدی عاشق مترسک، من دوست دارم که برنامه 11 ام مولنگ روژ رو تقدیم کنیم به خاطره مهدی نوربخش که خیلی زود از دستش دادیم. ممنونم از شما که ما رو نگاه کردید. شبتون خوش و امیدوارم که گفتگویی باشه که دوستش داشته باشید. ممنون.